با نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 12 ماه هوت سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با سوم ماه مارچ سال 2015 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. زندانی شدن یکی از متهمان دیگر بحران کابل بانک از سوی لوی سارنوالی. با تاریخ 10 قوس خودش مراجعه کرد، مطابق فرمان رئیس جمهور فعلا او تحت توقیف است. آغاز عملیات برای نجات 30 مسافر ربوده شده سوی داعش در ولایت زابل. دغه قفغان خلصوالی که نن پدری بجی که عمله شروع سویده چه ده داعش پر مربوط دلی سکه تقریبا پیو محل که ده شپاگوش کسان لمنی تلو بود. پشتیبانی شورای علمای پاکستان از گفتگاه صلح حکومت افغانستان. با خوشبینی باراک اوباما نسبت به حال پرونده هسته‌ای ایران. مشروع خبرها. به حواله صافی معاون پیشین بانک مرکزی و یکی از متهمان در پرونده کابل بانک زندانی شد. لوی سارنوالی میگوید که آقای صافی در پیوند به ورشکست شدن کابل بانک با یک سال زندان محکوم شده بود، اما وای پس از حکم دادگاه از کشور فرار کرد و پس از بازگشت به کابل زندانی شده است. در این حال مدیریت تصفیه کابل بانک میگوید که پس از حکم رئیس جمهور غنی 52 میلیون دلار این بانک به دست آمده است. صالحه صادات گزارش میدهد. از میان نو فراری محکومان بحران کابل بانک، بزرگترین پرونده فساد مالی در کشور، یک تن آنان بازداشت گردید. لوی سارنوالی می گوید که محب الله صافی، معاون پیشین بانک مرکزی که به یک سال زندان محکوم شده است و فراری بود در نتیجه فشارهای حکومت، بسته شدن حسابهای بانکی و ضبط جایدادهایش، ناگزیر شد به کشور برگردد و خودش را به سارنوالی تسلیم کند. محب الله صافی به ضمانت وزارت مالیه به بیرون از کشور رفته بود. آقای محب الله صافی که قبلا معاون ده افغانستان بانک بود و یکی از جمله محکومین ازی بود که به مدت یک سال حبس تنفیذی محکوم شده بود و در فرمان رئیس جمهور بود که باید او دستگیر می شد و زندان انداخته می شد، به تاریخ 10 قوس خودش مراجعه کرد، مطابق فرمان رئیس جمهور فعلا او تحت توقیف است. کابل بانک بیشتر از 4 سال پیش به بحران رفت و بیش از 900 میلیون دلار این بانک حیف و میل شدن، اما با گذشت سالها و تلاشهای فراوان حکومت تا کنون بخش اندک این پولها به دست آمدن. از شروع بحران کابل بانک تا فعلا 179 میلیون دلار نقد جمع شده که 48.6 میلیون دلار دارایی کابل بانک بالای ارگانهای دولتی به فروش رسیده که 179 جمع 48 که در مجموع 228 میلیون دلار از مجموع قرضهای کابل بانک جمع آوری شده. فرار بدهکاران از کشور، تغییر نشانی های بدهکاران، نبود سند های لازم برای پرداخت بدهی ها، دادن بدهی به گونه غیر معیاری و بدون دادن تضمین و نیز دادن بدهی به شکل گروهی از چالش های هستند که گردآوری تمامی پول های این بانک را ناممکن ساخته است. من فکر نکنم که تماما پیسه ها به دست بیه، اما ما در 100% دی تلاش هستیم، کوشش میکنیم که تماما پیسه ها به دست بیه، به خاطر اینکه از دارای ملت است و یک لکه بسیار بزرگی برای نظام بانکی افغانستان و برای سیستم اقتصادی افغانستان بوده. قرض های منازعوی و قرض هایی که تحت منازع است جمع آوریش فعلا ناممکن است. کابل بانک بیشتر از 4 سال پیش به بحران رفت. سپس دادگاه افزون بر دادن حکم زندان بر 21 تن، حکم پیگیری 16 تن از کارمندان دیگر این بانک را که در ورشکست شدن کابل بانک دست داشتند، نیز صادر کرد. اما بسیاری از این 16 تن از کشور فرار کردند. به همین گونه از میان 21 تن از محکومان که باید زندانی می شدند، تنها 13 تن زندانی هستند و 8 تن دیگر از کشور فرار کردند. شماره از زندانیان از زندان پل چرخی که دادگاه استیناف آنان را براءت داده است، باز هم در زندان به سر میبرند، دست به اعتصاب غذایی زدند. در میان این اعتصاب کنندگان رئیس پشتنی بانک نیز است. وی در یک نامه میگوید که دادگاه استیناف وی را براءت داده است، اما لوی سارنوالی حکم دادگاه استیناف را عملی نمیسازد. در این حال لوی سارنوالی میگوید که فیصله دادگاه تا کنون به لوی سارنوالی نرسیده است. شکیلا ابراهیم خیل جزئیات را گزارش میدهد.
13 زندانی که دادگاه استیناف به آنان براءت داده است در اعتراض به زندانی بودنشان در زندان پلچرخی اعتصاب غذایی کردند. در میان این 13 تن آیات الله دیانی رئیس پیشین بانک پشتنی نیز است. وی در نامه به طلوع نیوز ادعا می کند که لوی سارنوالی فیصله دادگاه استیناف را نادیده گرفته است و آنان هنوز هم در بند هستند. نزدیکان آقای دیانی مدارک نشان می دهند که از سوی ریاست عمومی نظارت بر تطبیق احکام نهایی و قطعی به لوی سارنوالی فرستاده شده است و از آنان خواستند تا حکم دادگاه استیناف را عملی سازند. از تاریخ 29 دلو سال جاری که پارچه بلاغ بعد استمات همین داده میشه و به سارنوالی آورده میشه، اینا باید فورا رها میشدن و سلب صلاحیت سلب آزادی متهمین از تاریخ 29 دلو کاملا غیر قانونی است. اما لوی سارنوالی میگوید که حکم دادگاه استیناف و پرونده آنان تا کنون به گونه رسمی به آنان نرسیده است. لوی سارنوالی میگوید که آیات الله دیانی در نخستین دادگاه به 20 سال زندان و در دادگاه دوم به 7 سال و پرداختن 1,390,000,000 افغانی و 30 میلیون دلار محکوم شده است و تا کنون این پول را نیز نپرداخته است. محکمه محترم استیناف حکم محکمه محترم ابتدایی را نقض کردن و اینا مدت 7 سال محکوم به مجازات شدن و همچنان خساره ای که 1,390,000,000 افغانی و 30 میلیون دلار به پرداخت ازی. تا هنوز دوسیه رسما از طرف محکمه استیناف برای ما مواصلت نورزیده. در آن وقتی که دوسیه مواصلت کرد موقف لوی سارنوالی وجه آشکار خواهد بود. موقف لوی سارنوالی تطبیق قانون است. آیات الله دیانی رئیس پیشین پشتنی بانک به جرم اختلاس و سوء استفاده از کار از سوی دادگاه ابتدایی به 20 سال زندان محکوم شد و 3 سال می شود که با 12 تن از همکارانش در زندان به سر می برد. خانواده های 30 مسافر که سوی تفنگداران نقاب پوش در ولایت زابل دبوده شدند از نوروز بدین سو انتظار میکشند، اما کوچکترین خبر از این دبوده شدگان در دست نیست. در این حال فرمانده پلیس زابل میگوید که آدم ربایان جنگجویان داعش هستند و نیروهای امنیتی عملیات را برای نجات این دبوده شدگان آغاز کردند. با گفته پلیس زابل این عملیات پشتیبانی هوایی را نیز بر همراه دارد و تاکنون ده‌ها جنگجوی وابسته به گروه داعش کشته شدند. عازم آرش گزارش میدهد. حسر بوده شدن 30 مسافر از سوی تفنگداران نقاب پوش نوروز می گذرد. اما تا کنون کوچکترین نشانی از ربوده شدگان در دست نیست. بارها بزرگان اقوام کوشیدند تا در این باره میانجیگری بکنند، اما ظاهرا این تلاش ها کارگر نبودند. خدا به خاطر در ده امن دیگه مرد بود کنی نو خدا قد ایش پر طول افغانستان که نمگر خواه اول ور بلده غرغنده و لده خاک افغان بود. بی نتیجه بودن میانجیگری بزرگان اقوام سبب شد تا نظامیان کشور دیشب دست به کار شدند و برای رهایی مسافران ربوده شده عملیات را راه اندازی کردند. در حق افغان خلوص والی کنین پا 3 بجی که عملیات شروع سویدی چه در داشت پر مربود دل سقه تقریبا پر محل که در شپک وش کسا لمنی تر بل محل که سالون کسا شپک کسا و پا زمن که واسکت انتحاری هم ترساره شویدی. فرمانده پلیس زابل نقاب پوشان ناشناس را وابسته به گروه داعش میداند و میگوید در عملیاتی که برای آزادسازی ربوده شدگان آغاز شده است تا کنون ده‌ها جنگجوی آنان کشته شدند. این عملیات را فرمانده پلیس کندهار و فرمانده قلردوی 205 میوند را با مسئولان امنیتی زابل رهبری میکنند. جنرال صبرازی دلی په زابل کې د عملیات مشرف په غاړه لري. هغه نهایی کوشش کوي چې هغه زموږ مسافرونه وژغوري او نجات ورکړي. اما دورتر از میدان جنگ در پایتخت این خانواده از نوروز بدین سو روز خوش ندارند و همواره انتظار آمدن خدا بخش را میکشند. خدا بخش یکی از مسافران است که همراه با 29 مسافر دیگر از سوی تفنگداران نقاب پوش ربوده شد. میخوایم پدر ما به شخص سلامت در خانه بر بگردند. همسر خدا بخش که چشم به دروازه نشسته است میگوید که خدا بخش برای رسانیدن خواهر بیمارش به هرات رفته بود. ما به قد صدای افت بجه یا اشت بجه قچیگ را روخشتیم و نمو قسگوید خانه بگو خدا خواست میرسم. دیگه ما تا این روز نه یک اولی داریم از اون نه یک هیچ چی دیگه بجز از خدا دیگه چاره ندارم. شجاف اشت سرایال هستم یا سرایال هم که خدا دکجا شمم یا. ربوده شدن خدا بخش برادرانش را از ایران به کابل آورده است. دو روز بچه در ما زنگ زد که برادر تو گم است. اسیر گرفته. نمی بود که دیگه دوردگاه رفتیم و
دیروز خانه رسیدیم. مانند خانواده خدابخش 29 خانواده دیگر نیز در انتظار برگشت دوباره گمشدگانشان هستند. اکنون دیده شود که عملیات نظامیان افغان به چه نتیجه خواهد رسید و چه زمان گمشدگان این خانواده ها به خانه برخواهند گشت و این کودکان به جای اشک اندو اشک شادی خواهند ریخت. رئیس شورای علما و رئیس ایالتی جماعت اسلامی پاکستان از روند گفتگوهای صلح افغانستان پشتیبانی میکنند. طاهر اشرفی رئیس شورای علما پاکستان که پیش از این حملات انتحاری و جهاد را در افغانستان روا دانسته بود، اکنون از روند گفتگوهای صلح افغانستان پشتیبانی میکند. رئیس ایالتی جماعت اسلامی پاکستان از حکومت این کشور میخواهد تا افغانستان را در گفتگوهای صلح یاری رساند. در این حال وزارت امور خارجه از تلاش‌های اخیر پاکستان برای آغاز گفتگوهای صلح استقبال میکند. طارق مجیدی گزارش می‌دهد. رئیس و اعضای شورای علمای پاکستان دیروز در نشستی در لاهور می‌گویند که آنان از گفتگوهای صلح کابل با مخالفان مسلح دولت پشتیبانی خواهند کرد، زیرا به باور علمای پاکستانی پیروزی در این گفتگوها برای کشورهای همسایه افغانستان نیز کامیابی در پی خواهد داشت. در همین حال ابراهیم رئیس ایالتی جماعت اسلامی پاکستان در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان از حکومت این کشور می‌خواهد تا افغانستان را در گفتگوهای صلح همکاری رساند. ما خپل حکومت ته هم دعوی، خپل فوج ته هم دعوی چې اخی د افغانانو په منځ کې د مذاکره بین الافغانی مذاکره په دې لړ کې خپل کوششونه کوي او زیار وباسي. این گام های پاکستان با استقبال حکومت افغانستان روبرو شده است. جانب جمهوری اسلامی افغانستان از تعهدات اخیر کشور دوست برادر و همسایه جمهوری اسلامی پاکستان مبنی بر همکاری های همه جانبه در روند صلح و همچنان تحکیم و ثبات در افغانستان استقبال میکنه. پیش از این مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلامی پاکستان و طاهر اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان جهاد را در افغانستان، فلسطین و کشمیر زیر اداره هند روا گفتند. در استراتژی جدید پاکستان صلح در افغانستان بیشتر اهمیت دارد تا جنگ. جنگ برای پاکستان فرسایشی است، جنگ برای نیروهای نظامی پاکستان فرسایشی شده و جنگ برای طالبان هم فرسایشی شده. به اون لحاظ فرسایشی شدن جنگ سبب میشه که تمامی نیروهای خود پاکستان به طرف ایجاد یک نظام نوین و ارتباطات نوین نه تنها با افغانستان بلکه با مناطق دیگه یا با کشورهای دیگه که در منطقه وجود دارن قرار بده. پیش از این اظهارات ملایان پاکستانی و سران مذهبی این کشور درباره روادانستن جهاد در افغانستان با انتقاد شدید مردم و دولت این کشور روبرو شده است. اکنون دیده می شود که این افراد دیدگاه های گذشتهشان را تغییر دادن و باید منتظر بود و دید که گام های بعدی حکومت پاکستان و این افراد در تقویت گفتگوهای صلح دولت افغانستان چه خواهد بود؟ یک دختر 13 ساله در ولایت تخار سوی ملا یک مسجد مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. این دختر 8 ماه پیش از سوی این ملا مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و اکنون 8 ماه باردار است. مسئولان سایرن مالی تخار میگویند که این ملا بازداشت شده است و بررسی ها درباره پرونده وی آغاز شدند. این دختر 13 ساله در ولسوالی کلفگان ولایت تخار برای آموزش های دینی نزد ملا به مسجد می رفت. اما استادش یعنی ملای 35 ساله بر وی تجاوز جنسی کرد. ما رو تجاوز قرار میگیره و بالا از این فشار زیادی رو وارد میکنه که اگر ایانا شما صدای خود بلند بکنی و اگر به کسی شکایت بکنی این ما تو را از بین میبرم، خانواده تو از بین میبرم. اکنون این دخترک 8 ماه باردار است و در مرکز اصلاح و تربیت کودکان در تخار نگهداری می شود. قضایای آخر خشونت علیه زنان و تجاوز جنسی علیه اطفال واقعا برای کمیسیون نگران کننده است. در این حال رئیس سارنوالی استیناف تخار می گوید که پرونده این دختر دو روز پیش به این سارنوالی رسیده است. فعلا در تربیه اطفال است و دو اوراقش هم که کاپی شده بود دیروز به ما رسید و در ارتباط فایل اصلی که همون ملای بام است و عملا دستگیر است و توقیف در توقیفانه ولسوالی. خانواده این دخترک نمی خواهند با رسانه ها گفتگو کنند، اما از نهادهای مسئول عدالت می خواهند. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز.
برکم ما به حال پرونده سی ایران اکنون نسبت به هر زمان دیگر بیشتر خوشبین است. اوباما میگوید که هرچند احتمال نرسیدن به توافق نهایی هسته انوس هم بیشتر است، اما امیدواری ها درباره این توافق بیشتر شدند. به گفته وی ایران باید تعهد بسپارد که برنامه هسته‌ایش را دست کم برای 10 سال متوقف میکند تا زمینه بسته شدن این پرونده برای همیش فراهم گردد. در آستانه سخنرانی بحث برانگیز نخست وزیر اسرائیل با کنگره ایالات متحده، باراک اوباما میگوید که ایران در گفتگوهای هسته‌ای جدی عمل میکند و نگرانی بنیامین نتانیاهو درباره دستیابی تهران به بم هسته‌ای جدی نیست. این احتمال اکنون در مقایسه با 3 تا 5 ماه گذشته زیاد است که ما می توانیم به یک توافق نهایی دست یابیم. ایران باید برای دست کم 10 سال پایبندیش را به توقف فعالیت های هسته‌ای اعلام کند تا امکان رسیدن به موافقت نامه جامع با این کشور به میان آید. اوباما تنش به میان آمده میان او و نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را بر سر چگونگی گفتگو با ایران به معنای از همپاشی همیشگی روابط ایالات متحده با اسرائیل نمیداند. اوباما در این گفتگو با خبرگزاری رویترز ترور یک سیاستگر مخالف پوتین را در روسیه به گونه به چگونگی مداخله مسکو در اوکراین پیوند میدهد. آنچه را من خواستار شدم انجام بررسی های کامل درباره ترور بوریس نمتسوف است. این رویداد نشان دهنده این است که جامعه مدنی، خبرنگاران مستقل و دیگران در روسیه با تهدیدهای فزاینده ای روبرو هستند. اوباما از تلاش های تازه چین، بزرگترین اقتصاد آسیا، برای وضع قوانین سخت‌تر بر شرکت های فناوری آمریکایی نیز سخت انتقاد می کند و می گوید که اگر به جنگ می خواهد با آمریکا داد و ستد داشته باشد، باید سیاست هایش را تغییر بدهد. و اکنون نگاه زودگذری داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. مراسم خاکسپاری بوریس نمتسوف، رهبر مخالفان حکومت روسیه، امروز با حضور هزاران تن در مسکو برگزار شد. جان میجر، نخست وزیر پیشین بریتانیا و جان تف، سفیر ایالات متحده در مسکو، از جمله رهبران کشورهای دیگر بودند که در مراسم خاکسپاری بوریس نمتسوف شرکت کردند. بیل گیتس یک بار دیگر به حیث ثروتمندترین مرد جهان شناخته شد. مجله امریکایی فوربیز بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت را که 79 میلیارد دلار دارایی دارد، برای 16مین بار در صدر جدول بیش از 1800 میلیاردر جهان قرار داده است. 3800 زوج امروز به گونه گروهی در کره جنوبی ازدواج کردند. این زوج ها از بیش از 50 کشور جهان در مرکز جهانی صلح چیونگشیم گرد آمدند و مراسم عروسیشان را جشن گرفتند. ازدواج های گروهی در این مرکز از سال 1960 میلادی به این سو همساله برگزار می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. وزارت زراعت آبیاری از وضعیت کشاورزی در سال آینده تصویر روشن ندارد. با توجه به بارش برف و باران اندک در زمستان امسال، مسئولان وزارت زراعت آبیاری درباره پیش نیامدن خشکسالی و کم آبی در سال آینده تنها ابراز خوشبینی می کنند. اما بخش تحقیقات جغرافیایی اکادمی علوم افغانستان می گوید که بر بنیاد نتایج 13 سال گذشته احتمال می رود که افغانستان در 10 سال آینده شاهد چندین دوره خشکسالی باشد. در حالی که کشاورزان در سراسر کشور از اندک بودن بارندگی های امسال و احتمال کمبود آب و بروز خشکسالی در سال آینده نگران هستند، مسئولان وزارت زراعت و آبیاری درباره پیش نیامدن خشکسالی و کم آبی در سال آینده تنها خوشبین هستند و از هیچ برنامه در صورت بروز خشکسالی سخن نمی گویند. بخاطر از اینکه ما هنوز باران های دیگه پیش روی خود خواد داشتیم، انشالله که اگر خدا خواسته باشه آینده های بسیار نزدیک ما دمی هفته های بعدی هم ما باران های خواه داشتیم و این باران ها اگر تکافو بکنه تراکم آب بند ها و آب دریا های ما شماره، امیدواری بر ازی بیشتر است که چی باشه ما به طرف خوشسالی نرویم. اما پژوهش های بخش جغرافیایی اکادمی علوم افغانستان نشان می دهد که افغانستان در 50 سال گذشته در هر دوره 10 ساله با 2 یا 3 خشکسالی روبرو شده است.
و با گفته پژوهشگران اکادمی علوم با توجه به کاهش بارندگی ها دور از انتظار نیست که افغانستان به زودی با خشکسالی روبرو شود. هر دهه اگر از 50 سال گذشته با مانند قبلیش تکرار شود، ما میتونیم بگیم حداقل دو خشکسالی شاید بر 10 سال آینده ما داشته باشیم. مسئولان وزارت زراعت و آبیاری با اشاره به افزایش بارندگی ها در ولایت های ننگرهار، نورستان، کنر، فرا، بادغیز، پنجشیر، غزنی و کاپیسا به افزایش حاصلات کشاورزی و باغداری در این ولایت ها خوشبین هستند، در حالی که از برنامه خاص برای مبارزه با خشکسالی در دیگر مناطق کشور چیزی نمی گویند. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 57 افغانی و 35 پول، یک یورو 64 افغانی و 70 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 70 پول، 1000 پیای هندی 930 افغانی، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 80 پول و 1000 پیای پاکستانی 561 افغانی. باز هم خوش آمدید. تیم ملی کرکت کشور در چهارمین دورش در رقابت‌های جام جهانی پنجاوره فردا با استقبال استرالیا میزبان این رقابت خواهد رفت. در همین حال شماره از افغانانی که در استرالیا زندگی می‌کنند از پیروزی افغانستان در برابر استرالیا خوشبین هستند. امید نظامی از شهر سیدنی استرالیا گزارش می‌دهد. پیروزی افغانستان در برابر اسکاتلند روحیه کرکت بازان افغان را در مسابقات جام جهانی بهتر ساخته است و از این رو تیم ملی کرکت افغانستان فردا با روحیه بهتر در مقابل استرالیا به میدان می روند. من پاسپورت استرالیا را دارم ولی طرفدار افغانستان هستم. زیاد آرزو داشتیم که افغانستان را استرالیا بازی بکنه و سبب بخیر امو آرزو ما پوره میشه. ما آرزو داریم که افغان ها به این تیم موفق شد. تیم ملی کرکت افغانستان فردا آزمون سختی در برابر استرالیا خواهد داشت، کشوری که دو بار قهرمان مسابقات جام جهانی کرکت شده است. امید نظامی، تولو نیوز، سیدنی. انجمن ورزشکاران نیروهای ویژه پلیس قهرمان رقابت‌های فوتسال در کابل شد. نیروهای ویژه پلیس دوم شد و معینت محافظت آموزش و پرورش وزارت امور داخله در جایگاه سوم جا گرفت. این رقابت‌ها با حضور 8 تیم برگزارشته بودند. در فرجامین دیدار این رقابت‌ها که در تالار ورزشی فرماندهی آموزش و پرورش وزارت امور داخله برگزار شد، انجمن ورزشکاران نیروهای ویژه پلیس 5-4 تیم نیروهای ویژه پلیس را شکست داد و به قهرمانی رسید. هدف از برگزاری ازی به افتخار سپردن مسئولیت‌های کامل امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان بود. بخاطر افتخار بردن همین تاکتیک و تکنیک و همچنان آشنا شدن با مسابقات فوتسال این برگزار شد. آقای سروری میگوید که برای افزایش توانایی‌های بدنی افسران و سربازان نیروهای ویژه پلیس از چهارشنبه همین هفته رقابت‌های تکواندو نیز برگزار خواهند شد. هفته 25 سری ای ایتالیا با توقف یوونتوس صدرنشین در خانه روم پایان یافت. در این دور حساس و پربرخورد که 11 کارت زرد داشت، پس از ده نفره شدن کارلوس تویس موفق شد برای یوونتوس گلزنی کند، اما سیدوکیتا کار را به تساوی کشاند. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. بالا شما دعوت میکنم که با برنامه دیدنی فراخبر با طول نیوز باشد. شبتان بخیر. خدا نگهدار.